دارم از تو دور میشم. نفهمیدم چی بود. از من دلگیری؟ خیلی دلگیرن از من. بگو کس که از من ناراحت نیست یا میبینی چی؟ یا میبینی همه چی خوده جا میست دارم هرگز من دلتنگ کسی نمیشم. وطن چیه؟ وطن مثلا نمیدونم دیکتش هم داره یادم میره دارم هیچی نمیخرم گوشواره و گردم بر همه چی خودش میاد خودش هم میره چه ناهاری خوردیم خیلی صمیمانه رو زمین ایده جالبی بود وطن چیه بابا وطن اونجاییه که تو خوش باشی حالا اونجا هم یه دفعه دیدی ایران شد وطن خاک ایران مذهب دین ملت آیین اور خانواده زبان دوست دارم میدونم چیه چند لحظه میمیرم برو ببینیم که دارم از تو دور میشم ما از هیچ کی دور نمیشه خیلی از من دور میشه ولی من هستم همیشه خب اومدم اینجا بیا آره فکر کنم اینجا بهتره نه خب نترکی از خوشحالی خب بعضی وقتا هم یه دندونه چطوره دندونم خیلی خوبه یادم میندازید الان رفتم قبل از لایف گفتم بابا این آنتیبیوتیک کودکانم بخوریم بابا آنتیبیوتیک مثلا چیزه پرده آفرین پرده خریدیم پرده شده یک موزل داستان پرده رو میخوام الان بهتون بگم رضا شیخان که پول پرده رو داده بود دندارم خوبه دیگه بچه ها برام هم نداره دیگه دردم که نداره مسکنم که نخوردم خوبم دیگه گهگاه مثلا میفهمم اینجا بخیه است هفته آینده میریم بخیه رو بکشیم رژ لبم خوشه این رژ لب و فوزیه خریده برم خب چی قراره بخوری تو لایف بعد من همش غذا میام میخورم بعدم میام میگه چقدر بر چایی مو بیارم چایی مو بیارم
خب اینم باشه، ولی من چایی رو الان نمیخورم. بعد از لایف رضا شیخان میاد میگه که با چایی با روژ رفتی چایی خورد. بچه ها یه چیزی بهتون بگم. آره در مورد پرده، این پرده رو پولش رو رضا شیخان همون اوایل که داده بود، بعدش پریروز اینا که داشت چند روز پیش اینا داشتیم با هم صحبت میکنم، نمیدونم پریروز بود کی بود کی بود، بعد چون من رو مسافرت دعوت کرده بود و بعد گفتم فعلا این مسافرت رو جوابم آره نیست، دلایلش رو که گفتم یه ناراحتی ازش داشتم که حالا این ناراحتی رو میگم به شما چون میدونم این لایو هم میشنوه و دیگه گفته دیگه این مسئله رو تموم کن و این مسئله رو دیگه عنوان نکن. حالا من یه بار مسافرت رفته بودم خونش، آخرین باری که رفتم، بعد اختلاف که پیدا کردیم با هم دیگه، خب بلیتش هم برای من خریده بود، بلیت هواپیماش، اینو تعریف میکنم بعد شما رو میارم بالا. رضا شیخان بلیت هواپیما رو برای من خریده بود و حالا بلیتش از اینجا به آمستردام هم من خودم گشته بودم پیدا کردم، خیلی هم ارزون بود، 50 یورو رفته و 50-60 یورو اینا میشد اینجوری، 55 خورده اینا. بعدش اومد دنبالم و بعد رفتیم و بعد یکی دو روز چون که خیلی خوب دیگه من میگم من خودم هم حرفای به هر حال دیگه، حالا بالاخره یه اختلافی باش پیدا کردم، تو این اختلاف اون قهر کرد و اون تو اون اتاق دیگه بود، منم تو این اتاق بودم و بعد دیدیم که حرف نزدیم، من بلند شدم رفتم قدم زدم. حالا داستانش مفصله دیگه، حالا بچه اینو بیزارم بالا سب کنی، خیلی اومد پایی. آره به هر حال بعد یه دفعه دیدم که من اصلا نمیتونم تو خونه تحمل کنم، تو اون خونه که باهاش بودم، گفتم شماره یکی از بچه‌هایی که خب من مسافرتم 5 روزه بود بلیتو گرفته بودم، این دعوای ما روز دوم شد، 3 روز مونده بود که من برگردم، خب نمیتونستم بلیتم بلیت فیکسی بود دیگه، گفتم من نمیخوام اینجا بمونم، اون شماره بچه‌هایی که من میشناسم رو به من بده من برم پیش اونا. یکی از اون بچه ها محسن بود اسمش، گفتم میخوام برم پیش محسن، بعد گفت نه شمارش رو نمیدم و من ازش، اونم تو رو نمیخواد اصلا با تو ارتباط داشته باشه، گفتم تو شماره رو به من بده من با خودش صحبت میکنم، وقتی گفت نه یا خب نمیرم دیگه مسئله ای نیست که، بالاخره گفت نه نمیدم، اون نشست سر جاش و منم دیگه دیدم که اینجوریه، یکی از بچه ها رو میشناختم، دوتا یه زن و شوهر نابینا بودن، من با اونا تازه آشنا شده بودم، بعدش به اونا زنگ زدم، اون اومد شوهر منو برد و یه روز اونجا موندم، خب شد 3 روز دیگه، اونا هم که خب الان روز سوم من دیگه دیدم که امکانشو ندارم، اونا گفتن که ما یه برنامه داریم، منم گفتم خب دیگه من مزاحم شما نمیشم دیگه، تصمیم گرفتم با خودم برگردم دیگه، جایی هم نداشتم، مثلا نبود که تو آمستردام مثلا چند جای بیشتر داشته باشم، اون موقع فقط رضا شیخان رو میشناختم و فقط هم رضا شیخان بود دیگه، آره فقط همین نابینه هم که آشنا شده بود. حالا اینو بهتون میگم که بالاخره من اون روز خیلی ناراحت شده بودم و اینها، و یه قطار میگیرم، قطاری هم که میگیرم با برگشت به هامبورگ میشه 100 و نزدیک 120 یورو اینا. خب بلیت رفت و برگشت هواپیما 50 یورو شده بود، 54-5 یورو شده بود، فقط رفت با قطار شد 120 یورو. من سوار گفتم بالاخره این پولو میدم و میام و بلند شدم اومدم و بعدش دیگه خود چیه این کسی که هی داره چیز میکنه، خب ما یکم این فرد رو یه پازی بهش بدیم که هی حواس پرت نکنه به قول معروف. حالا بچه ها من یه کار میکنم، اول یه کوچولو این داستان رو من یه کوچولو این اول براتون کامنت ها رو میبندم، داستان رو تعریف میکنم برای که حواسم نره، بعدش من میام بعد کامنت ها رو سریع باز میکنم، میخوام اینو داستان این پرده رو بهتون بگم تموم بشه. البته پرده گرفتن من اصلا نمیدونم دیگه، بهتون گفته بودم پرده رو اقدام میکنم ولی هنوز این پرده نشده دیگه، حالا با این پسر شایانه
که فرار کرد، قرار گذاشته بودیم با هم بریم سه شنبه چهار شنبه، اینم که از دست ما فرار کرد به خاطر مسئله رازنداری و به خاطر اینکه من یه ویدیو مسیجی ازش داشتم و گذاشته بودم تو کانال و این دیگه گفتش چرا ویدیو مسیج منو گذاشتی. و به هر حال دیگه فعلا حالا اون مسکوت مونده، فکر کنم با اونم نتونیم بریم پرده بگیریم، حالا بمونه. البته اون که نمیخواست پول بده، اون یه دونه هیچی هم اینجا برای مشاوره اومده بود، هیچ به قول معروف هیچ چیزی رو هیچ هزینه ای هم براش نداشت دیگه، هیچ یه دونه حتی بگی که یه چوبی حتی بخواد هدیه هم بیاره. ما هم که خب وقتی کسی نیاره میگیم اوکی دیگه، هیچ وقت نمیگیم ای چقدر بی معرفت فلان بهمان، نخواسته بیاره. ولی اینکه من فکر نمی‌کنم این فرد مثلا، نگفتم که اصلا کار خاصی می‌خواد بکنه، نه انتظارم نداشتیم. به هر حال این داستان شایان پردم اینجا می‌بندم در رابطه با شایان که نشد. ولی برگردم به اون قسمت تونتون رو بگم، بعد کامنت ها رو باز کنم شما بشنوید داستان پرد. من از هامبو از آمستردام برمیگردم به خیلی ناراحت شده بودم، خیلی احساس تحقیر میکردم و خیلی احساس، یعنی یه شکستی برای من شد که یه مقدار احساس میکنم باید خودم رو بازسازی بکنم در رابطه خودم با رضا شیخان که چندین با 4-5 بار من رفته بودم اونجا. به هر حال هیچی، برمیگردم و ناراحت میام خونه و دیگه ارتباطی باهاش نداشتم با رضا شیخان. خب دیگه 120 یورو هم ضرر شد برای من دیگه. هیچی، من برمیگردم. چند سال دو سه سال که گذشته بود دیدم این هر چند بار زنگ زد من جوابشو ندادم و یه بار خواست نمیدونم همیشه زعفرون برای من میفرستاد چیکار میکرد، یه بارم زعفرون مثل که فرستاد، فکر میکنم بعد از اون فرستاد من باز زنگ نزدم بهش تشکری بکنم و اینها، چون به هر حال خودش فرستاده بود و بدون این چیزا دیگه من بازم تماس نگرفتم. بعد از طریق یه سری دوستان چیز کرد، گفت من زیبا رو خیلی دوست دارم و اینها، گفتم هنوز من زمان میبره که حسم بهش مثبت بشه و بهش اینو مطرح کردم، گفتم خب حالا میخوای رابطه رو احیا کنی اول ضررهایی رو که باعث ضرر شدی اونا رو جبران کن، که قبول نکرد و موند. و تا اینکه من دیگه چندین بار دیدم یکی از بچه ها رو فرستادم پیشش، رفت موند از اون پذیرایی کرده بود و به هر حال همه رو به رضا شیخان معرفی میکردم دیگه، خودم حرف نمیزدم، رابطه خودم با بچه ها رو با رضا شیخان برقرار میکرد. به هر حال بچه ها که یک کوتاه هم کوچولو صحبت میکردم، ولی نه در رابطه با خودمون، گفتم رابطه من، ولی اینکه بچه ها رو بهشون مربوط کنم و کارهایی که اگر زاخلیش چی میگم موضوعی بود و سریع باش حل میکردم، چون مشکل من، مشکل روحی و مشکل رابطه من به دیگران ربط نداشت دیگه، مانع ارتباط من با اونها نمیشه. تا اینکه من این خونه که اومدم دیگه گفتم اوکی، من بعد بالاخره یه ایمیلی بالاخره براش فرستادم، گفتم باشه من الان در حدی هستم که نقطه شروع دیگه رو با هم دیگه داشته باشیم و شروع کردیم. تا اینکه وقتی من اومدم تو این خونه گفتش که زیبا من میخوام یه هدیه بهت بدم. چی میخوای؟ ما پرده نداشتیم مثل الان هم نداریم. گفت من همین الان برای تو میخوام هر چقدر بگی برات واریز میکنم. من دیگه گفتم 100 یورو بگم بهش. دادم 100 یورو کافیه. من خب البته پردم که اصلا من نمیرفتم بخرم حالا تا بیام این حس بیاد و فلان بیاد، گفتم حالا 100 یورو واریز کن برای این چیز. این 100 یورو رو من گرفتم، تو دل خودم خواستم بگم که اون جبران چیز بشه، جبران اون مسئله. بعد گفتم نه، هر چیزی جای خودشو داره، این هدیه برای پرده خواسته بده. اونو گذاشته بودم تو کشوی خودش. تا اینکه یه بار دیگه هم این جریان نمیدونم روز والنتیر پالندیر از اون به این بهانه، البته اون که این گفت این روزی که هست میخوام یه بری همون روغن چیزو، روغنی که برای من دوست داشت، اونم 20 یورو شد. خب این شد 120 یورو دیگه. خب هدیه داد.
ما اونا رو بازم سر جای خودش گذاشته بودیم. بعد دیگه رابطم دیگه با رضا شیخان همینطور این ور اونور ادامه داشت، تا اینکه یه بار گفتش که من کرونا تموم بشه و فلان بشه، الانم که تو اروپا دیگه درا باز شده و مسافرت ها آغاز شده. حالا خوب شد یادم انداخت، خودم به خودم یادم افتاد که برم اول برنامه مسافرت ببینیم که نروژ رو درست کنیم. نروژ رو قبل از اینکه برم پیش رضا شیخان میخوام انجام بدم. حالا ببینیم کی حسش دیگه. حسه، این حس من باید برای همه چی بیاد دیگه، این حس. خب حالا تا اینکه جریان پرده رو که خواستیم بریم با احمد، احمدم رضا شیخان رو میشناسه، رضا شیخان احمد رو دوست داره، احمدم میگه هر حال یه آدم محترمیه به هم دیگه. هیچی، رفته بودیم بچه ها که توی لایوی که من داشتم با پرده میپرسیدم پول پرده رو کی داده، من گفتم پول پرده رو احمد نداده، پول پرده رو رضا شیخان داده. حالا که نخریدیم هم نشد و نخورد و نمیدونم مندازه اصلا نمیدونم، عجیب غریب شده اندازه های این همه چیش یه جوری عجیب غریب شده. حالا بگذاریم تونتون بگم که کامنت ها رو باز کنم براتون. تا اینکه چند روز وقتی که مسئله اسپانیا پیش اومد، گفت من میخوام برم اسپانیا با هم بیا بریم و فلان اینها، من گفتم که یه بار میخوام با تو صحبت بکنم حسابی. اولا که تا حالا تو خونه من نیومدی، اینا رو الان دارم میگم اینجا برای اینکه مسئله رضا شیخان رو اینجا تموم بکنم. لایوم دید خودش بدونه که دیگه تموم میشه، در این مسئله رو منتفیش میکنیم و ولی حداقل این سیف بشه یه جا بمونه. بهش گفتم که رضا شیخان من 4-5 بار اومدم خونه تو، اگر تو میخوای من اونجا اومدم تو رو با تو برخورد کردم و تو یه فردی هستی که خب چون وضع مالیت حالا خوبه، البته هر چقدر انسان ها ثروتمندتر میشه، من تجربه زندگی خود من نشون داره میده که اینها درونن خیلی، حالا نمیخوام کلمه گدا رو به کار ببرم ولی خب خیلی، ولی دیگه کلمه گدا رو به کار ببرم دیگه، درونن گداترن. خب چون هم من تجربه که خودم داشتم از تمام آدمای ثروتمندی که بودن، همیشه بالاترین خدمت و بالاترین عاشقان خدمات واقعی و صمیمانه رو من همیشه از افرادی گرفتم که ثروت خیلی، یا ثروت خیلی معمولی داشتن یا جزء قشر معمولی جامعه بودن، نه ثروتمند. اینم از این. رضا شیخان چون وضع مالیش خوبه و حالا پولایی داره، هرچند که حالا از دولت هم پول میگیره خودش، ولی خب پول داره دیگه، پولا از یه طریق دیگه برای خودش پولا رو داره دیگه. منم میدونستم، پولاش هم به من نشون داده بود. بعد این مسافرت ها هم که عنوان میکرد، یه سری اختلاف نظرهای تو این رابطه ها پیش اومده بود که میگفتم با وجود اینکه یه آدم سیاسی هستی، با وجود اینکه یه آدم انقلابی و نمیدونم از این فعالیت های نمیدونم به فلسطین کمک کنی و به نمیدونم بچه های کودکان کار در ایران کمک کنی و نمیدونم فعالیت های این، ولی در زندگی خودت مورد تایید من نیستی، چون فردی نیستی که رو راست باشی با خودت و با همه زوایای زندگیت علنی باشه تا آدما بتونن در موردت قضاوت بکنن، و من چون تو زندگیت بودم و تو این مسائل رو به من گفتی، من مورد تایید من نیستی و فردی هستی که من خیلی اختلاف نظر تو این زمینه دارم، ولی خب با من از نقطه اشتراک خودم با تو شروع میکنم. خب ولی مسافرتی که تو منو دعوت کردی من برم به سمت با هم بریم اسپانیا بگردیم فلان کنیم اینا، تو با پولی که داری میخوای دامینانت باشی و همه جا هتل بری و نمیدونم خرج کنی و، ولی تو تصمیم بگیری، تو تصمیم بگیری و من نمیخوام اینطور باشه و من اینجور رابطه رو نمیخوام. حالا پولت هر چقدر هست، من میخوام شهری برم که با آدما باشم، توی رابطه برابر با اونها باشم، و تو 4-5 بار من اومدم، بعد آخرین باری که خوشایندت نبود این بلا رو سر من آوردی. من به کدوم یک از تمام آدمایی که اومدن تو خونه من و از با من اختلاف پیدا کردن چنین کاری کردم؟ امکانی مثل احمد رو در اختیارش میذارم، فوزیه رو در اختیارش میذارم، ده ها دوست مختلف رو در اختیارش میذارم، حتی خونه خودم رو در اختیارش میذارم، میگم من میرم بیرون با وجود اختلافم، ولی تو بادا تو کاری کردی که من توی اون شهری که هیچ کس رو نمیشناختم بلند شم، مجبور شم، حتی رفته بودم توی اون بانهوف و مرکز شهر و این ور اون ور، شاید یک جایی رو که به هر حال درگیرم کردی،
منو برخلاف اون برنامه‌ای که داشتم درگیرم کردی. حالا ضربه های روحی و ناراحتی های روحی یه طرف، ولی ضربه های حالا مالی هم که ندادی و اومدی گفتی که نه ما روش حرف میزنیم، روش حرف میزنیم. تو منو دعوت کرده بودی، تو باعث شدید، من مسئول مدیریت برنامه من مال تو بود و تو با این که با من فقط اختلاف پیدا کردی گفتی که دوست نداری میتونی بری. خب منم رفتم درو بستم، درو بستم رفتم و هیچ امکانی که توی اون را امکاناتی هم که اونجا دوستانی هم که داشتیم مانع شده که من با اونها باشم، که حتی تو اون سه روز رو، سه روز مسافر بلیت برگشتم هم که حالا سوخت اون هیچ. بعد میگفتی سرش حرف بزنیم، حرف نبود که عمل باید میکردی، یه اتفاقی بود افتاده بود عمل باید میشد. خب من تا اینکه این رابطه‌مون که گفتم من حالا اسپانیا نمیام به خاطر اینکه من نمیدونم، یه دفعه بیایم توی هتل اینور اونور باز این مسئله تکرار بشه، من با تو که 100% ممکنه سر این مسائل اختلاف پیدا کنم، تو بگی که دوست نداری برو، دوست نداری برو. اون موقع با اون همه پولی که تو تو جیبت هست، نمیدونم سه اینقدر نمیدونم دلار، اینقدر نمیدونم یورو، اینقدر فلان، کی تأمین میکنم؟ اگه تأمین کردی اون موقعی که من داشتم، حتی نگفتی که مسئول برگشت من تو هستی، مسئول ناراحتی من، این مسئله که پیش اومده من بلیت میخوای برگردی بلیت برگشت تو بدم. خب اون موقع من میمونم و وسط اسپانیا هیچ کس هم نمیشناسم، آقا میره اینور برای خودش هتل بگیره، اینور بره رستوران یا حالا هر کاری بکنه، یا اینور بره فلان کنه، بنده بمونم و نمی کنم این کارو. گفتم من این برنامه رو نمیذارم. البته اول یه باشه بهش داده بودم، گفته بودم که باشه و این باشم گفتم اشتباه کردم، من این باشه رو گفتم، باید میگفتم روش فکر میکنم و جواب میدم، و چون این باشه رو من گفتم تو میتونی منو جریمه کنی، که بعد جریمهش این بود که تو رژ لب نزنی، رژ لب و شیمیایی نزنی و هر بار زدی چیزه که من جریمهش هم نپذیرفتم و گفتم که سعی میکنم که رژ لب هامو طبیعیش بکنم اما این جریمه رو نمیپذیرم. ولی با هم صحبت کردیم، به هر حال اون مسئله رو حل کردیم و مسئله باشرم گفتم من یه عذرخواهی از طرف اینکه سریع زود به تو گفتم باشه، خب اونو حلش کردیم. بعد گفت خب من از تو جریمه نمیگیرم و یک میخوای یه بوس بفرست، گفتم باشه من سر احساسم که شد اینجوری یه بوس میفرستم برای تو و میگم که این باشه رو دفعه بعد چیز میکنم. این از این. بعد گفت دیگه این مسئله رو، مسئله که تو این مسئله اتفاق افتاده به نگو، ولی من جریان گفتم اسپانیا رو من کنسلش میکنم و موقعی من با تو مسافرت بعدی رو شروع میکنم که تو هم، من چهار پنج بار اومدم آمستردام، حالا تو یک بار بیای هامبورگ، من اومدم خونه تو یک بار بیای تو خونه من، من چهار بار اومدم تو یک بار بیای. اگر تو این یک بار اینجا که اومدیم و تو دامیننت نبودی بلکه در یک رابطه برابر با هم بودیم، این کار رابطه برابر رو که من در همه روابطم ایجاد میکنم، در یک رابطه برابر بودیم، اون موقع اگر تونستیم لذت ببریم از زندگی رابطه با هم دیگه، ما چیز میکنیم، قدم بعدی رو برمیداریم برای بحث مسافرت بعدی. بعد برگشت گفتش که نه من نمیام خونه کسی، تو که میدونی. گفتم نه من بدونم ندونمم، حالا نمیام که آیه نیستش که، اصلا آیه هم باشه آیه رو تغییر میدی. خب نمیای حالا بیا تغییر بده. به هر حال این مسئله کنسل شد، مسئله گفت به هر حال مسئله رو ما به اینجا رسوندیم. اون گفت نمیام، منم گفتم که پس منم این مسافرت رو نمیرم. گفت پس این مسئله 100 یورویی که من برای پرده داده بودم تو حساب بکن برای اون مسافرتی که چیز برای اون چی؟ اون بلیت برگشتی که داشتی. گفتم خب اولا که 100 یورو نبود، 120 یورو شده بود. باشه اون 20 یوروی روغنه که برای چیزم دادی حساب میکنم این تموم میشه، ولی بعد دیگه نگو من هدیه میخوام بدم.
این هدیه نیست، هدیه ای که من میخوام بهت بدم برای پرده یا نمیدونم فلان اینا، منتفی شد. ولی من قبول میکنم پول پرده تو ندادی، اون مسئله جبران دادی، پول این چیز رو هم گفت 20 یورو هم واریز کنم، گفتم نمیخواد واریز کنی، من این 20 یورو هم که دادی. به هر حال خواستم بگم، بعد گفت دیگه این مسئله رو نمیگی. من هم میخوام بگم این سیف بشه بمونه، رضا شیخان بدونه من پردم دیگه از طرف ایشون نیست. مسئله مسافرتی هم که گفته شد یر به یر شد، من تموم شد. ناراحتی های روحی هم که داشتم تموم شده. به هر حال خودم یه تجربه برای من بود. مسئله مالیش هم حل شد. هدیه مدیه نداریم، ولی جبران خساراتی که برای من وارد شده بود دادیم. این داستان پردم و مسئله رضا شیخان. کامنت ها رو باز میکنم و میریم جلو. خب این از این. خب حالا هر کسی هر کامنتی میخواد بده بده، چون من میخواستم حواسم پرت نشه، چون میخواستم سریع مسئله رو تموم کنم. برای همین حالا من که خودم الان برای پرده، بحث اصلش اینه که خود پرده پیدا بشه، خود پرده پیدا بشه. میترا، حالا داستان میترا رو هم تعریف میکنم. میترا گفته بود میخوام من پرده بدوزم، مرده یه ایده هایی برای پرده داشت. ولی خود مسئله میترا الان در رابطه با این کامنت های جناب عالی ها، کامنت های مختلفی که دادن، مسائلی که گذاشته شده و بندر انزلی کلام انقلاب شده بعد از این چند تا لایوای ما، لایوایی که من و با میترا داشتیم، بعد انقدر بهش چیز دادم، بعد اومده گفته من زیبا. یا ایتون من بهتون گفتم که همه پرسیدن از من، گفتن که در رابطه با اینکه آشنایی من و میترا در چه مدتی بود، من گفتم که وقتی من تعجب کردم، گفتم چند وقت منو میشناسی؟ گفت یه ساعته میشناسم، از لایو داستان زیبا و خانواده آلمانی ماریا. یه دفعه کلمه برگدورف، برگدورف هم محله بود که اون چیز میشینه، میترا میشینه، اونجا به گوشش خورده بود. بعد حواس هوشیار شده بود که به قول معروف جالب شده بود براشو. و بعد از لایوهای منم که همینطور از یه جایی اینو اکسپلورر فلان اینو خود منو دیده بود، بعد گفتش که خب من دیگه گفتم ای برگدورف بس دیگه، آشن تماس گرفت و بالاخره اومد اینجا. و مدت زمانی که با من آشنا شده بود مدت کوتاهی بود، بعد که کامنت ها، بعد لایوها، بعد فلان، دا دا دام دام دارام دیرا دام دام. این خانمم که مسیحی شده، میترا مسیحی شده و بسیار مسیح رو قبول داشت و میگفتش که من انقدرم درباره مسیح حرف میزد که نمیدونم. بعد بهش گفتم ببین تو در مورد من شناخت نداری، من بهت بگم، لایو تموم بشه، حرفا زده بشه، نمیدونم صحبت بکنی، بیاید بعدم بری به کسی بگی، همه بهت میگن صد تا حرف میزنن، این فاحشه است، این فلان، این ده تا، این آنچ تا اینا رو میخواستم بگم. بابا مسیح، مسیح پای فاحشه روش است، پای نمیدونم مسیح دوست ساز آشناش، نمیدونم یکی اومد نمیدونم چی، انقدر در مورد مسیح و فاحشه هی بودم، گفت بابا مسیح اینجوریه، من اینجوری اونجوری. دیدم دارادم دو سه تا بعدن حرفایی که زده شد و حرفایی که نمیدم بحثایی که بعدن امروز زنگ زده، میگه من این خانم رو نمیشناختم، بعدن به من گفتن کیه، بعد دیگه چه چیزه. حالا دیگه مردمم که هرچی گفتن شما صد برابرش بکنی، من اونم. خب دیگه میترا گفته که باید این لایوها رو برداری و عکس‌ها رو برداری و تا پنجشنبه وقت داده خانم. ما هم گفتیم تا پنجشنبه، البته با من حرف نزد و مستقیم. این دوستمون که اومده بود خونه ما زور که شارژر خودش آورده بود برای میترا، بعد با میترا هم دوست شده بود و همین که امروز نیمرو درست کردیم و نیمرو خوردیم و اینا، اومده بود شارژر رو ببره. بعدش دیگه فیلم هم که گرفته بود اون موقع، همون روز با میترا آشنا میشه، به میترا تا زنگ میزنه، اونم میگه من خونه زیبا هستم، اومدم شارژر رو ببرم. بعد اونم میگه خب بذار تو بلنگو، بذار تو بلنگو بشنوی، بعد من صحبت میکنه اینا که در مورد میترا کنجکاو بودم. میترا گفتش که من اصلا نمیشناختم، من نمیدونستم، من نمیدونم، حالا فهمیده که یک
فرشته روی زمینی که فکر میکرد شیطان از آب در اومده. شیطان بزرگ زیبا ناوک، حالا بایستی، حالا اگر با اون یایتونه، من بهش گفته ایم، گفت عاشقتونم، عاشقتونم. گفتم بابا چه صبر کن، هنوز یه روز گذشته، عاشقتونم، صبر کن، اینقدر عاشق اینا نشو، هنوز عاشق. همه گفتم عاشق همه شونی، عاشقی رفت. خب این هم از حالا کسایی که میخوام بیان، اول ببینم چقدر وقت شد. 30 دقیقه من در مورد خودم و در مورد رضا شیخان و در مورد میترام صحبت کردم. در مورد میترام که با من مستقیم صحبت نکرد، بس صداش من اذیت کرد، گفتم که خیلی داره تکرار میکنه فلان، گفتم برید تو بالکن حرف بزنید. من حالا تا پنجشنبه نظرمو میدم، اگر دیگه ببینیم چی میشه. حالا که امروز سه شنبه است دیگه، خب تا پنجشنبه این توپ 10 تا قل خورده اومده پایین. زیبا ناوک شیطان پرست، کجا شیطان من پرستم؟ شیطان منو میپرسته، من ایشکی رو نمیپرستم. من نه بنده شیطان هستم، نه بنده خدا هستم. خدا و شیطان میتونن اگه دوست داشته باشن منو بپرستن، اگه دوستام ندارن نپرستن، ولی بنده کسی رو نمیپرستم. خیلی کار بزرگی بکنم خودم رو میپرستم. شیطان پرستم، شیطان چی؟ دیلیم دام دام چی؟ شیطان. حالا بریم به یکی بگیم الگو بسازی کنیم که چی؟ شیطان، خدا، فلان، لست است، اتور اتور اتور. خب بچه کی میخواد بیاد بالا ببینیم که اینایی که میخوام بیان. رحمانی رو نمیخوام بیارم بالا، رحمانی رو بیاریم بالا. خیلی آخه بابا اون چی بود؟ یه بار ما رو خیلی همه رو فراری میدی. میدونیم فراری از چیه؟ از راز نداری. وقتی دخترش زنگ زد اینجا وکیل، دخترش گفت، گفتم با من آشنا شو، گفتم بگو که با هم بریم فیلم ما رو ببینیم. نه ایران خانواده فلان. چیکار کردی مگه؟ یه ماهی درست کردی، یه لخصی کردی، یه گلی آوردی، صحبت کردی، نمیتونی از اینم دفاع کنی؟ داعش در خانواده های خود ماست. تمام این ازبالله تو خانواده های خودم هست. ایرانی ها بیزن یه ذره خوشحالتر بشه، شما خیلی شجاعترید از اونهایی که اینجا هستن. اینا اومده تو فسیل موندن دیگه، یه روابط محدودی هم دارن. ای وای، این به این منو از دست نده، اونو از دست ندم، اون دوستمون از دست ندم. این هم از این سهیلا آنیبل شد. سهیلا نمیدونم چی آنیبل شدی. خب محمد رسول بیاد بالا ببینیم این چی میخواد بگه اگه تونستید. خیلی چی دیگه، کسی که الان بچه این گلا میبینی چه خوشگله، این گلا خوشگله. آره این چی بذاریم، این چی بیاد، این هم این چی رو شیره چی نمیفته. خب این گل خوشی ببین، این چی بچه اذیت نشه، شرط کنه چی. خب مرسی اونه که کامنتم. خب چه نمیای بالا؟ خب رحمانی رسول نتونست، اینوایتت شد اون نشد. رحمانی ای با اون یکی که داره میاد الان میاد پدر ما رو در میاره، اینو میشناسمش، راننده ترانس جلده جلد اغلا. ای وای با شما افسانا اینده، با شما پرما ها. به 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 پارسال دوستم آشنا. اسمت چی بود؟ یادت نبود منم؟ اسمت چی بود؟ نه اولده ببین اسمت چی بود، اسمتو بگو. یادم رفت اسمت. رنگ من رحمانم. رحمان اسم کوچیک بود، همش فهم کم. آره رحمان یادم رفته بود دیگه، حالا فهم کم فامیلته. خب حالا بیا بگو چی کار داری، سری بگو، تفره نرو. خب میخوام سری میگم، چون
چرا تپه برای چی؟ سریع شلوغش نکن دوباره. ببین نگاه کن، آروم آروم، گاماس گاماس، شلوغش نکن. اول خیلی پریشون بودی، جریان چی بود؟ سوال خودتو میتونی بپرس. کامنتا سوال تو، خیلی به هم سوال اضافه خودتو بود. بپرس، سوالی که خودت. مگه باز سوال بپرسم؟ اصلا میخوام بای حرف بای بزنم. بای 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 چرا بای. حرف تلخ به کامت نمی؟ بچه ها من حوصله شو ندارم، میدونم چون اول گفتم دیگه. رحمان خوب شد اومد، فهد اسمشو فهمیدیم. حالا دوست کش میده دیگه بابا رحمان. حالا برو تو رو پیج خود لایف بذار. اه قبلا هم یا بالاتر رحمان برید پیشم. بای بازی اومد بندازش پایز. خودم هم منتظر بودم که بره پایین، خوش دیدم تفره رفت، گفتم بره پایین. خب ببین بغازما گاشته ها نسترن آنیبل هستی یا دیکلاین کردی چیکار کردی؟ میاد اینجا بابا سری بری سر اصل مطلب دیگه، منو بیار. خب ای وای سلام. چرا این بار میگی خب خودت خواستی بیای بالا؟ خب بفرما. سلام عزیزم، هیچی یه دفعه اومدم تو لایفت، نمیدونم نمیشناسم شما رو، ولی خیلی من شبیه یکی از این همکلاسی های روسیه مثل اونا صحبت میکنی، خیلی از آشنایی باهات خوشحالم. اسمم زیبا ناوکه، دوست داشتی دیگه. تازه فکر کنم اصلا نمیشناسی. نه 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 اشکال نداره، خودت معرفی کن ما حالو بشناسیم. عزیز دلمی هیچی، فقط میخواستم بگم خیلی باحالی، خیلی ناز، انرژی خوبی داری. برس اسمتو بگو، اسم تو بگو دیگه، اسمتو بگو. جان من شقایقم. از کجا؟ تهران. چقدر گلات خوشگله، خودت پرورش دادی؟ آره مخفرین مخفرین، چه خوب، خونتم چه خوشگله. خب کار تو بگو اگه دوست داری، اگه هم نه که میتونی بری پایین. اگه عزیز دلم دیشبم دیدم لایو تو، گفتی سوره مائده که برکت میده و باشیم. مرسی، من الان یکی دیگه از بچه ها را آوردم بالا ببینم اون بیاد. مرسی. شقایق اگه دوست داری، شقایق اگه دوست داری. سلام، من خواب بیدار شدم ولی اینقدر حرفات قشنگ بود. من البته وقتی شما رو با میترا جون دیدم، همیشه پدرم به من میگفت آتیشتون زود خاموش میشه. آدمایی که خیلی سریع قربون صدقه و چاپلوسی میکنن، همیشه درش یه دونه چیزی وجود داره که این باعث میشه که آدم بعدن پشیمون میشه از نزدیک شدن به اون خانم. به نظر من اون کسی که راجبه آدم های دیگه قضاوت میکنه، اون انگشتی که به دیگران نشون میده، یکیش به سمت خودش میاد. اینو میبینین؟ یکیش به طرف منه، یکی به طرف شما. اول خودتو بسنج، وقتی خودتو بسنجی میبینی که شاید خیلی بدتر از اون آدمی که میخوای قضاوت کنی باشی. من خانواده دارم، تو که خانواده نداری. خب من بیانی برای خانواده من مهمه، برای من خانواده مهمه دیگه، من چی بگم؟ خانواده مهمه. اولا ما توی سنی هستیم، بچه نیستیم، هیچ کس نمیتونه غیر از خودمون. یعنی اگه در این سن ما بخوایم دیگران برامون تصمیم بگیرن و یا به عقل و شعور خودت تردید داری که دیگران ممکنه تاییدش نکنن، یه مشکلی در خود من هستش. ممکنه که من با
آدمای دیگه مشورت کنم، صحبت کنم. من این تصمیم آخر رو همیشه خودم میگیرم. من اگه میخوام بیام منزل یه کسی، اولا به قول شما چیکار کردید؟ یه غذای خوردید، آقای احمد مهمان نوازی کرد ازشون، به غیر از اینکه شما خونه خودتو، در خونه خودتو براش باز کردی و پذیرایی کردین از همدیگه، چیز دیگه نبوده. و قضاوت های مردم، اگر شما که به عیسی مسیح اعتقاد داری، من همه ادیان رو مطالعه میکنم ولی پرکتیس به هیچ دینی ندارم، فقط به خداوند اعتقاد دارم. اما عیسی مسیح کسی که نجاتش داد یه زن فاحشه بود با مادرش حضرت مریم، و موقعی که به صلیب کشیده شد، اون زن فاحشه دوست اونایی که یارانش بودن به طرفش نرفتن، همون زن فاحشه ای که همه هی میگفتن چرا به این زن انقدر بها میدی، همون اون رفت به پای صلیبش که نجاتش بده. بنابراین من فکر میکنم هر لقبی که به دیگران میخوای بزنی، قبل شدن باید یه مقدار رو خودش بسنجه، ببینه آیا دیما بهش گفتم میخوای بیای، حتی بیای بگی که چه حرفای زده شده، حتی به خود من بگی چه اتفاقی افتاده، گفت بگم که بری بگی، گفتم معلومه که میگم. البته من مستقیم حرف نمیزدم، تو بلنگو بود، ولی جوابشم از چیز میداد. بعد گفتم که شما حتی یه دلیلی نمیاری، در این حال که خودش تو لایو اول شما نگاه کنی، من دارم میگم لایو سیف میشه، بعد میگه سیف کن، ما لایو دیگه میذاریم، ماهی میگیریم، ما بعد اونجای دیگه، من 4 تا لایو گذاشتم تو همون بود، ماهی درست میکنیم، 4 تا گفتم تو هی اورد میدی لایو بذاریم، خب منم این کارو میکنم، بعد الان میای میگی که لایو رو پاک کنیم چون چند نفری اومدن، یا خود دخترت یا هر کسی، تو استقلال نداری برای خودت که چی؟ من میخوام نه یه رنگ دیگه بازی کنم، یه چیزی بگم، نمیخوام هم که اینا چیزاییه که درد داره، اینا چیزاییه که درد داره. شما میاید اینجا اپوزیسیون میشید، اپوزیسیون مثلا فرض کن، اولا که تمام افرادی که مسیحی شدن، من یک دافعه شدیدی بهشون پیدا کردم، به خاطر اینکه اینا مسیحیت و این چیز رو بهانه کردن، یه سرپوشی گذاشتن، یه بلغور میکنن، یه سری حرفای عیسی مسیح اینجوری که بابا برو عمل کن، اون چیز لازم نیست ما رو روزه کنی. حالا امام حسین رفت، مسیح اومد، هی اون میگفت من اینجوری، ای ما رو حقنه که این اینجوری گفت، اون اونجوری کن، در عمل خوب یاد گرفتی، عمل کن. من اصلا یه زن فاحشه، برو وایسا، تو اصلا مسیحی شدی چرا خانوادت نفهمن؟ نمیخوای بگی؟ خب خیلی ها به خاطر بهره‌وری مسیحی شدن توی خارج از کشور که بتونن اقامت بگیرن و بتونن از شرایطی که براشون به وجود میاد استفاده کنن، وگرنه من متاسفم البته که چرا به خاطر دیشب داشتم به یکی از لایفاتون توی یوتیوب گوش میدادم که راجب آدمایی که برای گرفتن اقامت دست به هر کاری میزنن و دادگاهی که خودتون رفته بودی، بسیار لذت بردم و واقعا درود میدم بهت، با اونی که ممکن بود تو اون دادگاه شما کیستتو ببازی، ولی اعتقاداتت رو باوراتو زیر پا نذاشی. ببخشید این گاردنر اومده حالا اینجا داره حیات رو چیز میکنه، صدا میاد، عذر میخوام. و من واقعا دیدم راست میگی، واقعا آدم ببین تو اون لحظه همه میخوان شرایطش رو به یه جایی برسونن که قبولی بگیرن، ولی میدونی باعث قبول شدن چیه؟ اون انرژی مثبتی که داشتی و نخواستی، اون باورهاتو
برای اقامت بفروشی، در صورتی که ممکن بود تو شرایطی باشی که خیلی هم مسائل برات سخت بود و خطرناک شاید بوده یا هرچی، قبول نکردی. و من واقعا اینو ادمایر میکنم. دوم اینکه شما همیشه قبل از کسی که بیاد بالا میگی من لایف ها رو سیف میکنم، من رازنگهدار نیستم، من چون نمیخوام دروغ بگم. سو من با این سنم باید این عقل و شعور رو داشته باشم. اگر میام این بالا احتمال این که شما حرف من رو بذاری توی پیجتون هست، احتمال این که خواهرای من که دیدن من رو، اتفاقا چندین بار به من میگفتن دوست جدید پیدا کردی، گفتم آره حیف که دیر آشنا شدم باهاش ولی خیلی خوشحالم. من باور کن از روزی که با آشنا شدم زیبا جون هر شب با صدای تو میخوابم. من اینستاگرام خاموش نمی کنم که ببینم به خدا خواهرم میگیم نمیخوابی، گفتم خوابم، گفتم این روزا بود، گفتم همش چک میکنم برای اینکه میدونی صحبتات خیلی تاثیر رو میذاره. یه مقداری زمینه هاشو داشتم از گذشته. من خواهرام هر وقت میخوان یه چیزی به من بگم میگه نگی می کسی، میگم پس به من نگی. آفرین من همیشه باور کن بارها شده به خاطر دیگران دل خواهرم یا مادر خدا بیامرزم رو شکستم، به خاطری که از حق یه آدمی که اصلا خودشم خبر نداره خواستم دفاع. من از اون فرد ضد من بوده، برای لحی من کار کرده، ولی من گفتم خب من کار ندارم، من این از باور خودم، از اعتقاد خودم، از احساس خودم دارم دفاع میکنم تو این رابطه. بله و واقعا اولا که خیلی جرأت و عرضه میخواد که آدم بتونه به اون نقطه برسه که بتونه از دروغ و نیرنگ و از تظاهر کردن و چاپلوسی کردن بتونه بگذره. همیشه پدرم میگفت دوستا حقیقی اون دوستیه که تو صورتت بیاد و حقایق رو بهت بگه، نه به دیگری بگه که بیاد به تو بگه، یا برای اینکه دیگری ممکنه چند تا چیز دیگه بهش اضافه کنه و نه که بخواد بل کنه، ولی خب به هر حال نقل قول همیشه یه چیزایی توش اضافه میشه و اون باعث میشه که کدورت ها بیشتر بشه. و من فکر کنم حالا اسمشون رو نمیبرم، اون خانوم خود شما که بهش اصرار نکردی بیا برقص، خود شخصی شما بهش اصرار نکردی که بیا خونه من، خودش خواسته بیاد برای شما غذای شمالی بپزه یا هرچی. بعدم آخه مگه چه کار کردید؟ خدایش من اصلا نگاه من، ولی چقدر من از اون دختر و پسر افغانی لذت بردم، چقدر نازنین بودن. من واقعا اولا آدم وقتی صحبت اون خانم دختر خانم رو نگاه میکرد میدیدی چقدر منر داره، چقدر دختر با شخصیتیه. و شما ببینین خیلی از مردم ایرانی من دیدم، افغان دوستا، هموطنهای افغانی ما واقعا هموطنن دیگه، الان تو ایران بزرگ شدن، تو ایران چقدر به اینها ظلم کردن و توهین میکنن یا حقشون رو. من شنیدم، حالا درست نمیدونم، حتی بهشون شناسنامه نمیدن توی ایران و چقدر ظلمه. من خیلی قصه میخورم سر این دوستای افغانم که تو ایران اینقدر زحمت میکشن، اینقدر تلاش میکنن ولی هنوز هم محرومن. و امیدوارم روزی بشه که ما هممون همدیگر رو برابر ببینیم، برتر از همدیگه نبینیم. فقط شرایط جغرافیاییه که
باعث میشه یکی تو این دور دنیا یا اون بر دنیا به دنیا بیاد، وگرنه هممون یک حس داریم، هممون یه به قول معروف دست و پا و همه چی که داریم هممون یکیه. یکی حالا یه رنگش دارکتره اینجا چون خیلی ریسیست هستن مردم آمریکا، با سیاها خیلی برخوردهای بد میکنن و این حس رو من دارم. امید و آرزوم اینه که یه روزی بشه همه انسان ها به همدیگه به صورت برابر نگاه بکنن، همه همدیگه رو به خاطر خود هستیمون نگاه بکنن، نه به خاطر اینکه بانک اکانت تو بالاست یا پایینه. و این جرأتی که من در شما میبینم، چون اکثر ایرانی ها جیب خالی پوزالی دیدین، دقت کردین؟ به خدا طرف جا نداره زندگی کنه، میره ماشین BMW یا بنز یا نمیدونم آخرین مدل برونه که فقط وقتی میره مهمونی ایرانی ببینن. تو برسته داشتی از اون دو نفر میگفتی، فرزانه و مهدی، اون دوتا که فوق العاده، به خصوص برادرش، من اصلا لذت می بردم که چقدر این بچه ها با اونی که تو سنهای خیلی پایین دوری از کشور و خانواده، من نمی دارم حالا پدر مادرشون باهاشون هست یا نه، کشیدن. معذرت می خوام این صدای این باغبونا اشکال نداره، بعضی وقتا برای ما هم پیش میاد اینجوری. خیلی بچه ها و بسیار به نظرم رسید که این دختر خانم با این سن کمش، نالجش و اینکه اینقدر تو رفتارش با شما اینقدر خوب بود و لذت بردم و دیدم که چقدر دقیق به صحبت های شما توجه کرده، چقدر دقیق به مسائل نکته، برای این که صحبت های شما رو اگر آدم دقت نکنه، فقط بخواد هوایی گوش کنه، نمیگیره نکته هاتونو، چون تو هر برنامه که دارین شما من نگاه میکنم، من یه نکته جالب تری هر دفعه هر چیزی که گوش میدم نکته هایی در میابم که مثلا همین مسئله دادگاهتون نکته بسیار بزرگی توش بود که به خاطر این که به یه چیزی برسی خودت و افکارت رو زیر پا نذاری، به خاطر این که تو شرایط بهتر قرار بگیری اون چیزی که بهش باور داری براش جنگیدی، براش مبارزه کردی، براش زندان کشیدی، براش بها دادی. که اینجا بگم برات، شاید هیچ جا نگفتم، توی لایو نگفتم یا توی کلیپی نگفتم، همون وکیله وقتی که من قبول شدم، خب یه وکیل آلمانی بود، البته خانمش ایرانی بود، یکم ایرانی هم بلد بود، بعد این من با خب پولش که میدادیم یه هدیه خیلی بزرگی بهش دادم، چون خیلی دوستش داشتم و اینها، یه هدیه که 600 مارک ارزش داشت، یه تلسکوپ از برنز این ایرنس به من داده بود، من اینو بردم دادم به اون، خیلی چیز با ارزشی بود. بعد ولی یه اتفاقی افتاد که این رابطهش رو با من قطع کرد. حالا ببینید چی بود. این پوزی دختر خونده من، این وقتی که سه بار دپورتش اومده بود، من گفتم من این وکیل رو خیلی دوست دارم، بیای بریم پیشش، من این وکیل رو واقعا برای من خوب بوده، خیلی جالب، بریم پیشش مسئله ای تو را. وقتی رفتیم اونجا من حالا یه پولش رو من دادم، حالا کار ندارم، یه سری کارهای انجام دادم، یک حرف زد این وکیل که من مقابلش وایستادم، این چه تشری به من زد. بعدن که با چیز به فوزیه که یه بار تنها میره پیشش، بهش گفته بود بیا بگو پاس من گم شده، فهمیدی؟ این پاس من گم شده، در حالی که این پاس داشت، گفت پاس من گم شده،
خیلی کاری که خیلی از ایرانی ها میکنن، پاسشون رو دارن نگه میدارن اینجا، با اون پاسشون مثلا میرن از یه کشور دیگه مسافرت میکنن، متوجه ای؟ یعنی هم پاس ایرانی، ولی به اینجا میگم با پاس نداریم، پاسمون رو قاچاقچی گرفته. این تریکا رو داشت یاد میداد به فوزیه. فوزیه که اومد گفتش که اینو، گفتم اینو به تو گفت؟ من تلفن رو برداشتم گفتم که این آقای پینینگ بود اسمش، گفتم که شما بهش یاد دادید؟ شما برای اینکه به هدفتون برسید حاضرید؟ و حالا یه دونه به من که اونجا تو دادگاه گفته بود، حالا نمیشه یه ذره پیاز داغش رو اینجوری زیاد کنی، اون حالا من ایگنورش کردم، گفتم حالا داره روی چیز بود. ولی این که یک چنین دروغ بزرگی، یعنی بنیان فرد پاستو دارد که باید رو پاس ندارم، و ده تا دروغ دیگه. من بهش گفتم که شما به چه عنوانی به مردم برای رسیدن به چیز دروغ یاد میدید؟ این یک دفعه اصلا هیچ کسی وای نمیسته، چون همیشه اینو به عنوان وکیل میبینن. بعد وقتی هم که به عنوان وکیله، بعد شما همیشه یه حالت اون به شما دامیننت میشه، و بعد میگه این احتمال نمیداد که یک کسی اینجوری چیز بکنه بهش بگه. چنان چیز کرد، داد و بیداد. خب یه همچین موقعیتی اینا از خودشون میترسن که ممکنه مثلا فرض کن من برم گزارشی بدم که بگم این وکیل یه همچین چیز کرده، میدونید مثلا یه همچین دروغ رو یاد داده. من که این کاری نکردم. خب ممکنه یه جایی بپرسم بگم یه همچین حرفی رو زد. به فوزیه گفتم فوزیه این کارو نکن، این کارو نکن. ببین تو اومدی با من شروع کردی، تا اصلا دروغ را تا جایی که با من دو صحبت میکنی، با من از من کمک میکنی، دروغ نگو، برو جلو. باور داشته باش به یه قدرت بالای تمام این قدرت های ظاهری که تو داری میبینی، یه دفعه میبینی کارت جور میشه. بله. بعد اصلا اینو این خوشبختانه این کارو نکرد، ولی از همون لحظه به بعد با داد و بیداد همین وکیله گفت دیگه شما با من حق ندارید، به جای اینکه بگی که دلیلی برای من بیاره. این شد که رابطه خوب من با آقای وکیلمونم به هم خورد، سر اینکه من همچین اعتراضی کردم که گفتم یاد ندید. ببین اکثریت وکلا یا مثلا این چیزایی که هستن چریک یاد میدن، آفرین، یاد میدن. واسه همین من متنفرم. دیگه ما لایر رو میگیم لایر. بچه ها خوب بود، من خیلی خوشحال شدم تو اومدی، خیلی خوشحال شدم. من طاقت نیاوردم با اونی که اخابی دار شده بودم و وقتی دیدم یه همچه اتفاقی افتاده گفتم باید برم بالا، نمیشه. I don't care، حالا همه دنیا ما رو با قیافه دیدن. I don't really care. قشنگه قربونت برم. ولی امیدوارم که آدم ها قدر دوستای خوبشون رو بدونن. من البته میترا، من احساس میترا به نظر من زن خوبیه، ولی به شدت ترسیده بود، به شدت به شدت. اینه که بچه های مختلف اگه باهاش صحبت کنم، خب این کامنت هایی که نوشتن ای وای یه نفر مثلا به من تقاضای سکس که خوب باشه بکنه، با او جواب رد بده یا نه یا فلان یا مثلا چرا ما اینقدر بترسیم که مثلا ای وای الان مثلا به ما اتهامی زده باشه، پاشو بذار بزنم. اینقدر باید عادی بشه این مسائل که ما بتونیم حلش کنیم. الان یک ساعت داره تمام میشه، یک دقیقه دیگه من این لایو رو میبندم. مرسی. فقط یه چیزی بگم. من این حسو دارم که میترا بعد از این لایو میاد با شما خودش حرف میزنه و یه دونه قدم مثبت براش میشه که بتونه از اون تابوهایی که برای خودش ساخته بشکنه و بیا جلو. میبینین حالا بهتون قول میدم. چه جالب سیمون، چه حالا ماهی آخه. بچه سیما کسی بوده که یک بار برای یک کتاب من یه لینکی که فرستادم $50 برای کتاب خدا منشه نکنی. من این به خاطر این که
ارزش اون کتاب برای من خیلی بالاتر از اون بود. کارهای دیگه هم انجام دادی، خیلی قشنگ. نه خواهش میکنم، این حرفو چیه، هر کاری که بتونم برای، به خصوص برای خانم ها. شما دارید جرأت میدی به خانم هایی که محروم شدن از خیلی چیزا و این خیلی بزرگه برای من، چون متاسفانه خانم ها خیلی محرومیت توی دنیا، مهم همه جای دنیا، نه فقط ایران، همه جای دنیا محرومیت دارن. و این امیدوارم که یه قدم شما بگیرم. ممنون بچه های من، لایو ها میبندم، یک ساعت تموم شده. مرسی، خیلی قشنگ شد و چقدر انرژی مثبت دادی با جملات آخرت که بعد از لایو تو، من دوست دارم میترا رو. خب تا بعد، مرسی.